تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن آیه به آیه تفسیر چند دقیقه ای داریم. تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی به جزء 12 سوره یوسف آیه 23 رسیدیم. آیه رو بشن. و راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. برادران حسود به اسم بازی یوسف رو بردن و تو چا انداختن و مسئول آب کاروان عبوری این یوسف رو کشید بالاها، دست به دست به عنوان برده فروش رفت تو خونه عزیز مصر. به عنوان برده بود. خانم این عزیز مصر کم کم علاقه‌مند به این نوجوان شد. وراودت هلتی هو فی بیتها، اسم زلیخا تو قرآن نیمده و اینم خوبه، یعنی آدم گاهی حرفا رو باید با کنایه حرف بزنه. اون کسی که حدیث داریم حضرت رسول گاهی رو منبر بود، مثلا میدید یه نفر پا منبرشه و اینم مثلا فلان خلافو کرده، نگو بیا تو خلاف کردی، میگفت چرا برگه چنین میکنند، ما بال و اقوام یفعلون کذا و کذا، ما بال و اقوام یفعلون، یعنی چرا بعضی ها یه همچی کاری میکنن. این در شیوه تبلیغ مهمه که اسم بریم، ما بال و اقوام یفعلون. اینجا هم گفت که او که تو خونشه، اون کسی که یوسف تو خونش بود مراوده کرد. خب مراوده کرد، مراوده یعنی ملایمت، یعنی کم کم چشمک و لبخند و نمیدونم هی شوخی شوخی. یه روزم دید که تو خونه کسی نیست، غلقت الابواب. غلقه یعنی بعد غلقه یعنی صفر بس، ابواب جمع بابه یعنی همه درارم بس. به کنیزش هم نگفت ببندید که دل پاشه، خود زلیخا درار بس. ببینید هم خودش بس، هم همه درارو بس، هم محکم بس. چرا؟ میخواست هیچ که نفهمه. الله اکبر، الله اکبر. چون میخواست هیچ که نفهمه، قصه زلیخا همه دنیا فهمیدن، یعنی به دربستن من تو نیست. فکر میکنی من آبروشو میبرم، تو میتونی آبرو کسی ببری؟ آمد تالو کسی گفت آقا غیبت کردم، گفت حلال، گفت آخه بگو چی گفتم، گفت وقتی که غیبت کردی میخواستی منو بشکنی، میگه عزت و شکستن من دست توه، هزارها مثل تو غیبت کنن نمیتونن منو بشکنن، به شرطی که خدا خواست توش عزم کنه. الهی به یده که لا به یده غیره که زیادتی و نقصی، عزت و ذلت دست اونه. تو غیبت کردی میخواستی منو خورد کنی، میگه اراده خدا دست اراده توه، که چون تو میخوای منو خورد کنی من خورد بشم. افرادی هستن برشو طنز درست میکنن، کالیکاتور درست میکنن، یک غلطی غرب کرد، جسارت به پیغمبر کرد، یک کالیکاتور درست کرد، اون سال را در جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری سال نبی اعظم نمون، صدها کتاب برای عظمت پیغمبر نوشتن، او یک کالیکاتور در مقابلش زیر سم عصف کردن امام حسین که هیچ خبری نباشه. امام حسین از همه امام تو بورس داره. میگه میشه به اراده ما کسی ذلیل بشه؟ میگه میشه. اصلا زلیخا چکاره که درار به بنده فکر کاره هیچ کاره میفهمه. و غلقت الابواب و قالت هیتلک، هیتلک یعنی مثلا من برای تو آماده هستم. قال معاذ الله، گفت پناه بر خدا، پناه به خدا، انه ربی، خدا پروردگار منه. البته انه ربی رو گفتن که ممکن از مصر بشه، یعنی آخه تو شوهر داری، شوهر تو من خدمت کرده، من تو خونه شوهر تو غذا خوردم، حالا خیانت به زنش نمی کنم. اینم گفتن، ولی انه ربی بهتر نیست که بگیم. یوسف گفت خدا رب منه، چون ربی به غیر خدا گفته نشده تو قرآن. و یوسف هم جور نیست که حالا مثلا چهار تا غذا بخوره بگه عزیز مصر ربی، لقب خدا رو یوسف به عزیز مصر نمیده ظاهرا. حالا مهم نیست. انه لا یفلح الظالمون،
افراد ظالم رستگار نمیشند. خب نکاتی که تو این آیه هست، پیام هایی که نوشتم اینجا، عرض کنم به حضور شما که حدود 20 و چند تا پیامه، حالا نمیدونم چند تاشو میتونم بخونم، 28 پیام بتونم سریع 4-5 دقیقه بگم، خیلی مهمه. من گیجم، واقعا گیجم، چی بخونیم، چه کتابی بخونیم که تو یه سطرش 20-30 تا نکته باشه؟ نمیدونم، پا حرفای من پروفسوری، استاد دانشگاهی، آیت الله عظمی هست؟ اگر هست خواهش میکنم در هر رشته تخصص داره، هر رشته دانشگاه، یه سطر بنویسه که تو یه سطر اینقدر مطلب باشه. تازه منم طلبه هستم، یکی از دست ملاهای درجه یک بیفته خیلی نکته دارم، 28 نکته تو یه سطر. هر کس تونست یه سطر تونسته که 10 نکته توش بشه، من کفششو میبوسم، نه دستشو، کفش پاشو میبوسم. ببینید خدا چه میگه. خب نکته اول، گناهان بزرگ با نرمش و مراوده شروع میشه. راودت رو اول بریم پارک، بستنی بخوریم، تخمه بشکنیم، سینما برویم، مراوده. گناهان کم کم، ولذا قرآن میگه خطوات، خطوه یعنی گام، خطواتش یعنی گام به گام. گناهان بزرگ گام به گام شروع میشه. دو، پاک بودن مرد کافی نیست، گاهی زنها مزاحم مردان میشن. نگو پسر من پاکه، پسر شما پاکه، دختر شما پاکه، ولی بقیه چی؟ ممکنه شما رانندگی خوب باشه، بزنن دیگران به شما بزنن، صرف ای که من پای رانندگی خوبه دلیل نیست که شما تصادف نکنید. سه، قدرت شهوت به اندازه مهمه که همسر پادشاه هم اسیر میشه، شهوت تاریخ سرش نمیشه، شهوت تاریخ سرش نمیشه، شخصیت سرش نمیشه، یعنی گاهی بالاترین شخصیت ها اسیر یک شهوت میشه. چهار، سعی کنیم نام خلافکار را نبریم. میگه او کسی که یوسف تو خونش بود، نمیگه کی، اسم نمبره. پنج، پسران جوان تو خونه های بازنهای نامحرم هستن، تنها نگذاریم. من تعجب میکنم بعضی ها یک معلم دبیر یا یه معلم عذر خوشقیافه رو معلم خصوصی بگیرن تو خونه با دخترش، میگه بچه هم میخوام کنکور قبول شه، یا مثلا پسر همسایه میگم میخوام بیام تلفن کنم، یا به دختر همسایه میگم میخوام بیا تلفن کنه خونه ما، تلفن بیا تلفن کن. دختر پسر داریم که اگر زن و شوهر نامحرم یه جابو شه، تو گفته سومش خودمم. بسیار، معمولا عشق در اثر مراوده پیدا میشه، یعنی اگر زیاد نگاه کردی عاشق میشی، نگاه کردی چشم رو برگردون، و این مسئله مهمیه. یعنی این گاهی وقت آدم مثلا منشیش یه خانمی زیباست، یا اگر زیاد بمونه فتنه میشه، جا به جا بشن، اتاق عوض کنن، جا رو عوض کنن، چون دیگه دود یه جای موند سیاه میکنه. یه نبیه مسائل مربوطه به مفاسد اخلاقی رو با سربسته و مادر گفت راودت رو اسم نبود که، فقط گفت راوده، مراوده ای دارن. خب هرچی درها تنگتر بسته بشه، زمینه گناه بیشتره، و غلق طلب باب، یعنی خونه های ته کوچه، بنبست ها، کوچه های تاریک، مناطق دور، دور از شهر، یعنی هرچی از گوسفند وقتی از گله جدا شد گرگ میدردش. باید مواظب باشیم که، ولذا قرآن میگه به یهودی ها گفتیم خوناتون رو روبرو هم بسازید. مدرسه هایی که مثل مدرسه های قدیمی چهار طرفه، با یه نگاه آدم میتونه بفهم کدوم طلبه سحر خورد، کدوم طلبه نمازش دیر شد. اما این وقتی پاستوبالم شد آدم نمیفهمه، برای قایم مشک بازی خوبه. این هرچی درها بسته باشه، یعنی خب زشتی زنا مربوط به اسلام نیه، قبل از یوسف، قبل از موسی و عیسی بوده، در طول تاریخ زنا رو بد میدونستن، ولذا خود زلیخا هم درها رو بست. همه در آن بسته باشه، اما در پناهندگی خدا بازه. غلقت ایتر قال معاذ الله، گفت بیا خلوت کنیم، گفت پناه بر خدا. خب موقعیت های امتحان فرق کنه، گاهی تو چاه امتحان میشه، یا بار تو کاخ، یا
یعنی خدا همیشه سفره امتحانش بازه. چه چاه چه جا. خب تقوا و اراده انسان میتونه زمینه انحراف و خطا بر زمینه غالب بشه. یعنی هرچی هم سرما باشه اگر انسان یه جبه بپوشه میتونه با سرما مبارزه کنه. یعنی نگون محیط فاسد از صد و سیما و ماهواره همه فاسد بشه، شما جبه دو زخیم کن میتونه سرما نخوری. توجه به خدا عامل بازدارنده از گناه میشه، معاذ الله. خب اگر بزرگی دستور داد که دستورت خلاف باشه گوش به بزرگان نده. خب اینجا خانم شاهه، خانم شاه ملکه است. خب ملکه دستور داد، بسم الله تعالی غلط که دستور داد. ما داریم لا طاعت مخلوق فی معصیت خالق. اگر شاه گفت بکشن گفت اعلی حضرت فرموده. ای که من مأمورم و مأمورم معذوره، ای حرف غلطیه. اگر کاری خلاف بیانه فرمان از بالا رسید گوش نده. به هنگام خطر باید به خدا پناه ببریم. در کاخ حکومتی هم میشه پاک و عفیف و صادق و امین زندگی کرد. نمیشه گفت محیط فاسده، محیط فاسده، اما در محیط فاسد هم میشه پاک زندگی کرد. غریزه جنسی به قدری فشار میاره که فقط باید خدا آدمو نجات بده. چیزی دیگه آدمو فلان غذا رو بخوره، نمیدونم فلان کتاب بخونه، فلان ذکر و ورد و قدرت خدا باید آدمو نجات بده، معاذ الله. خب انسان هواپرست از آبروریزی دنیا میترسه، بلازه درار میبنده. خداپرست از آبروریزی قیامت میترسه، میگه معاذ الله. یعنی اینجا وقتی درار بست یه هواپرست بود یه خداپرست. خداپرست یوسف، هواپرست زلیخا. هواپرست میترسه درا باز بشه مردم بفهمن تو دنیا آبروش بزده، خداپرست میگه قیامت مهمه. بهترین لطف بهترین نوع تقوا اینه که به خاطر محبت های خدا گناه نکنیم. انه ربی، خدا که بنا از چاه به جاه رسونده حالا بیام گناه بکنه. یعنی یاد نعمت های خدا بکنیم. حالا این ماشینی که خدا به ما قسمت کرده با این ماشی برم گناه بکنم؟ حالا این قدرت که خدا مده از این قدرت گناه بکنم؟ یعنی این که انسان خواست بشه گناه نکنه، بهترین راه که انسان خودش نگه داره این که یاد نعمت های خدا بیفته و یاد عاقبت گناه بیفتیم. لا یفلح الظالمون. خب گاهی یک لحظه گناه انسان رو ظالم میکنه. یوسف که ظالم نبود، حال برای چند دقیقه میتونه ظالم باشه، اما همون یه چند دقیقه گناه بکنه ظالم میشه دیگه، لا یفلح ظالمون. گاهی یه لکه سیاه به عمامه من باشه کل عمامه باید بره کنار. شما یه انگوش سیاه بزن اینجا بذار، من از کل باید عمامه رو عوض کنم. خب در هر کاری عاقبت اندیشی بکنیم. انسانی که مقام و منزلت خودشو میدونه خودشو مف نمیفروشه. من یوسفم، ظرفیت دارم که کارهای کلیدی بکنم، آخه این کارهای کلیدی رو با یک شهوت و کامگیری نفروشم. بس دیگه. خدایا به آبروی یوسف و یوسفهای تاریخ به ما ایمانی بده که هر وقت زمینه گناه شد با پناه بردن به تو خودمون حفظ کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.